هفته ناشنوایان بود. به همین مناسبت هم هانیه توسلی، بهنوش بختیاری، ندا کوهی و محسن کیایی یه کار قشنگی کردن و کلیپ کوچیک و زیبا برای ناشنوایان درست کردن. مرجان گلچین طی آخرین ویدیویی که از خودش پست کرده نوشته چیزی که مردم جهان سوم باید نجات بدن وطنشون نیست، بلکه اول باید خودشون رو نجات بدن، چون بیشتر اونها در اعماق ناآگاهی توهم دانایی دارن. سلام، اینجا پارک اندیشه منطقه 7 است. شهرداری محترم این منطقه یک فکر زیبا کرده، از درختی که دیگه قابل استفاده نبود یک کتابخونه درست کرده، همونطوری که می‌بینی، که هموطنهای عزیزمون وقتی به پارک میان تا روح و روانی تازه بکنن به فکر اندیشه های سبزشون هم باشه. کار خوب رو به هم دیگه یاداوری بکنیم، حیوانات رو دوست بداریم و به محیط زیست احترام بذاریم. دوستتون دارم. همونطور که قبلا گفتم فرزاد فرزین حسابی سر شلوغ این روزا، بالاخره بازیگری، خوانندگی، ورزش، خلاصه الانم یه ویدیو کوتاه از پشت صحنه تمرین کردن یکی از آهنگاش با بند موزیکش تو پیجش منتشر کرد. بریم ببینیم این قسمتش. فضلی یه ویدیو جالب پست کرده از میشه نمیشه های قانون زندگی که خالی از لطف نیست و همه باهاش آشنایی دارن. دیگه نگم براتون، خودتون بشنوید بهتره. چون قانون نیست نمیشه. بفرمایید بیرون. این قانون هست عزیزم، ولی قانون گذارا جایز نمیدونن فعلا بشه. بفرمایید. این قانونا میشه ولی یه تبصره داره، چون تبصره میگه نمیشه نمیشه. بفرمایید بیرون. این یکی آقا برعکس تبصرهش که میگه میشه، قانونش میگه نمیشه. آره تبصره، آره بله. بفرمایید بیرون. اینم انشالله آقا قانونش بشه، چش در آینده میشه. این دیگه فضولی تو کار قانونه. نمیشه آقا. این که به هیچ عنوان قانونش نمیشه، تبصرش هم نمیشه، ولی صلاح دیدش باید. فلور نظری طی آخرین ویدیویی که پست کرده خواهش و تمنا کرده که زباله رو در طبیعت رها نکنید. پلاستیک و نایلون اصلا و ابدا. ببینید چه مصیبتی به بار میاد. حالا بازم خوبه این آقا حیوان نجات داد و رها کرد به طبیعت دوباره. حالا رهاش کن، گناهه. احسن. دمشون گم، سر روبا در آوردن، ولی موضوع اینجاست که دوباره اون دبه پلاستیکی رو پرت میکنه تو طبیعت. متاسفانه دوباره یه حیوان دیگه دوچارش میشه، روز از نو و روزی از نو.
برسیم به جاستین بیبر و هیلی بیبر که عروسیشون به صورت خیلی پرایوت و شخصی فردا در کارولینای جنوبی برگزار میشه. اما موضوع جالب اینه که هتلی که برای مهمونای عروسیشون رزرو شده تو روز عروسی به بقیه مهمونای خود هتل اجازه نمیده که از امکانات هتل استفاده بکنن، مثل رستوران و استخر. خلاصه مهمونا هم شاکی شدن و گفتن که ما پولمون رو میخوایم.